منایسی یک عکاس یا از فوتوگرافر ای سه چیز باید شما بفامین شاتر و سپید، اپرچر، آیسو گپ میزنیم <applause> سلام وکیل من خیلی و شما را خوش آمدید میگم به دیگه برنامه یا دیگه اپلود چینل یوتیوب راستی قسمی که در اول برتان گفتم از فوتوگرافر یا منایسی یک عکاس، ای سه چیز باید شما یاد داشته باشین شاتر و سپید، اپرچر، ای سه ای چیز یکی دیگه خود مکمل می سازن. یعنی هیچ امکان نداره که شما یکی از ایر استفاده کنین و دو تا دیگه از ایر یا غرض نگیرین یا استفاده نکنین و عکس خوب بگیرین. اگر شما میخواین یک عکاس پروفیشنل یا مسلکی باشین و کامریتون مکمل منولی آپریت کنین ای سه ای چیز را باید شما یاد داشته باشین و در بارش معلومات درست داشته باشین. شروع می کنیم از شطر سپید. چیست؟ شتر اسپید مد از زمان است که سنسر کمره شما در مقابل نور قرار می گیرد. من نمی میخوام که تشریحات و توضیحات ما قدر مغلق باشه که شما اصل هدف نفامن یعنی سنسر کمره در مقابل نور قرار می گیرد که چی؟ به مو خاطر من مثال میتونم تشریح می کنم رقمی که شما بفامن که اصل هدف یا کار شتر اسپید چی است؟ فرض کنین شما در میدان فوتبال هستین و از جریان بازی فوتبال میخواین عکس بگیرین عکس میگیرین وقتی که عکس میبینین خیره آمده یا موشن بلور داره امین است که شتر سپید شما را کمک میکنه و امی خودش نشانده ای از است که شما شتر سپید کمری تانه درست ست نکرده بودین به مو خاطر عکس که گرفتن خیره آمده یا موشن بلور داره مثلا شتر اسپید کمره شما بوده در یک بر پینجا. شما شتر اسپید بالا میبرین مثلا 100 200 400 600 شما شاتر اسپید کمری تان در 1 بر 600 ست میکنین و دوباره عکس میگیرین ام دفعه میبینید که عکستان بهتر آمده موشن بلور نداره خیرگی نداره در اینجاست که شما میفهمین که شاتر اسپید چی رول بازی میکنه چی بازی فوتبال باشه چی بازی بسکشی باشه چی مسابقه موتردوانی باشه یا چی عکس یک حیوان در حالت دویدن شما بگیرین وقتی که میبینین که حرکت داره و حرکت تیز داره شما شطر سپید بالا میبرین که بتانین عکس بگیرین بدون کدام موشن بلور یا بدون کدام خیرگی به خاطری که شما بهتر فامیده باشین که شطر سپید چی رول بازی میکنه در این ویدیو برتان نشان میتونم شما میبینین وقتی که سبجک در حرکت است یا حرکت داره و ما در ما در یک و بر پینجاست و عکس میگیریم میبینیم که عکس ما خیره میایه باز شطر سپید بالا میبریم به طور مثال شطر سپید بالا آوردیم انال باز دوباره عکس میگیریم باز سبجکت ما در حالت حرکت است و ما عکس میگیریم این دفعه دیدیم که عکس ما بدون موشن بلور یا بدون کدام خیرگی تانستی مکس بگیریم ایناله فامیدن که شتر اسپید چی رول بازی میکنن اپرچر چی است؟ قسمی که در اول برتان گفتم شتر اسپید اپرچر و ایسو یکی دیگه خودم مکمل میکنن در اینجا برتان ثابت میشه یادتان باشه وقتی که شطرسپید سپید کمره را شما بالا میبرین تصویر تاریک شده میره هر قدر که شاتر سپید بالا ببرین تصویرتان تاریک شده میره سیاه شده میره در اینجا است که اپرچر به درد میخوره برتان که تصویر دوباره روشنتر بسازه یا روشن بسازه به طور مثال امو عکسی که شما در میدان فوتبال گرفتین و شاتر سپید شما بود در یک بر پینجا اپرچرتان بود در 16 یا 22 شما شاتر تانه بردن بالا در یک بر 600 ست, ست کردن و اپرچرتان آمدن از 22 یا 16 آمدن فل اوپن یا مکمل باز در یک اشار یا در 1.4 ست کردن امین جاست که بر ما ثابت میشه شاتر اسپید و اپرچر یکی دیگه خود مکمل میکنن شاتر اسپید ما بالا بردیم تصویر ما تاریک شد دوباره اپرچر باز کردیم تصویر ما روشن شد اینال میریم سر آیسو آیسو چیست؟ به زبان آنفام برتان بگویم آیسو نور ساختگی است. به طور مثال شما شطر سپید ست کردین در یک بر 600 اپرچه را آوردین مکمل باز یک اشار چار اما انوز تصویرتان تاریک است یعنی تصویرتان روشنی که کار داره نداره. در اینجا است که آیسو به دردتان میخوره. شما آیسو کمریتان را که صد است. آیسو را بالا میبرین 200 300 400 500 میبینین امو روشنی که شما کار داشتین امو به دستتان آمده عکس هم میگیرین هم شتر سپیدتان درست هم پرچرتان درست و هم آیسو لایت مصنوی یا لایت ساختگی که کار داشتین او رام امو روشنی که کار بود به تصویرتان امو رام اضافه کردین و بهترین عکس تانستین بگیرین یک چیز متوجه باشین به با هر اندازه که شما ایسو کمریتان بالا میبرین با مو اندازه کوالیتی تصویر از دست میتن و تصویرتان نایزی و گرینی می آید با می خاطر زیادتر کوشش کنین که آیسو کمریتان پایین ست کنین گرچه بسیاری کمرایی که کوالیتی بالا تصویر میگیره در آیسوی بالام تصویر بدون نایز بدون گرین گرفته میتونه اما باز هم کوشش کنین که به هر اندازه که میتونین آیسو تان پایین ست کنین خب عکس از جریان بازی فوتبال گرفتیم دیدم که عکس ما خیره آمده شتر اسپید بردیم در یک بر 600 یا شتر اسپید بالا بردیم دیدیم که تصویر ما تاریک شد اپرچه را باز کردیم در یک اشاره چار آوردیم دیدیم تصویر ما روشن شد منتا انوز هم روشنی کار داشت با مو خاطر آیسو کم بالا بردیم و بهترین عکس گرفتیم ثابت شد براتان که ای سه تا یکی خوده مکمل میکنند یعنی شما باید شتر سپید هم بفامین و آیسو را باز هم اگر سوال داشته باشین در ارتباط شتر سپید، اپرچر، آیسو در کمین سوالتان نوشته کنین ما جواب میتم در آخر باید یادآور شوم که درس امروز ما یا اپلود امروز ما مختص به فوتوگرافی یا عکاسی بود شاتر سپید، اپرچر و سو در ویدیو چی کارار انجام میده در اپلود های بعدی بحث میکنیم خب اگر این قسمت اپلود یوتیوب ما خوش تان آمد و فکر میکنین یک چیز یاد گرفتین لطفا ویدیو را لایک صفحه ما را سابسکرایب و میزنگولگه که کلیک کنین که از اپلود های بعدی براتون نوتیفیکیشن داده شود تا دیدار بعد